ما خدا رو شکر میکنیم که حتی خودمون رو قیاس میکنیم با شخصیت‌های دیگه، با افراد دیگه، انسان‌های دیگه، فکر میکنیم که شرایط ما از نظر اخلاقی و خوی و مرام بهتر از دیگران هستش. چون قیاس میکنیم میگیم پس من توی یک جایگاه خیلی بهتری قرار دارم نسبت به موقعیت اخلاقی و رفتاری اون شخص. باز شاعر میگه صد شکر خدا را که نه سلطان و نه وزیریم، صد شکر دگر نیست که درویش و فقیریم، آزاده تر و راستر و از سرو بلندیم، آزاده تر و راستر از سرو بلندیم، افتاده تر و ساده تر از نقش حسیریم. و این گونه باز ما این مرام شکرگزاری رو سعی میکنیم در وجود خودمون قرار بدیم، و یا اینکه سعی میکنیم با شکرگزاری کردن در حضور خداوند مشکلات و سختی ها رو پنهان کنیم و امید رو ببینیم. به طور خاص ما مسیحی ها آیات بسیاری داریم که خداوند وعده داده و حقیقتا این وعده هاش درست و پایدار هستش. مانند رومیان 8:31 که اعلام میکنه توی مشکلات و سختی ها آنانی که خدا رو دوست دارن و اراده او رو میخوان به خیریت تبدیل خواهد شد. و بعد میگه خدای شکرت، من ایمان دارم که خداوند تو دعای من رو اجابت خواهی کرد. گاهی شکرگزاری های ما نیز بر حسب باورهای مذهبی هست، احترام هست نسبت به اون سنت و مرامی که به ما یاد دادن، یا تحمیلی هست، یا یک عادت و یا مصلحتی شده برای ما که بتونیم توی طبق اون مراسم مذهبیمون اون شکرگزاری رو داشته باشیم. و حتی نیز باورمندانی هستن که توی آیینشون هست قربانی کردن، تشکر کردن از خداوند و حتی خود پرستان داشت. اونها هم قربانی میدن. همه دارن این مسیر شکرگزاری رو جلو میرن و همه مدعی هستیم که ما شاکر هستیم. ولی رومیان 1:21-23 پولس رسول این گونه میگه: اگرچه آنها خدا را شناختند، یعنی خالق را میشناسند، محبت او را میشناسند، با توانایی های او نیز آگاه هستند، اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آن طوری که شایسته اوست از او تکریم، یعنی احترام و تشکر، یعنی شکرگزاری نکردند. چرا؟ من میگم چرا. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته. شکرگزاری کردند، از خدا تشکر کردند، ولی میگه افکارشون پوچ شده، پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، یعنی تاریکه. برای همین میترسن تو مشکلات. از خدا صحبت میکنن، میگن کلام رو میخونیم، میگن کلیسا میریم، کنیسه میریم، مسجد میریم، عبادتگاه خودمون رو میریم، اما توی مشکل که میفتن روح و صورت و سخنشون رو بشنوید که چگونه عمل میکنن. در حالی که ادعای حکمت میکنند نشان میدهند در عمل که نادان هستند، یعنی مطابق نامه یعقوب 3:17 نمیتوانند باشند، که میگه اون حکمتی که از آسمان میاد باعث آرامشه، صلح هست، امید هستش. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. راه دوری نریم توی سرزمین ما. امیدوارم به کسی بر نخوره، اگرم برخورد بهتر هست که تحقیق کنم. مرده پرستی رواج داره، امامزاده پرستی رواج داره، بت پرستی که الله هست رواج داره. کاش که به جای الله میگفتن رب، چون رب خداست. و وقتی که این گونه هست، این شکرگزاری ها چه گونه شکرگزاری هستش؟ همون شکرگزاری هایی هستش که متاسفانه سنت رو با خودش میاره. مسلما وقتی که درک درست از خالق خیش نداریم، تعریف شکرگزاری اینها خواهد شد: یک بدبستان است. بده من ازت تشکر میکنم. توی دنیا هم همینطور هست. حتی اگر ما بریم توی فروشگاهی یه پولی رو بدیم، به ازای اون پول به ما یه کالایی رو بدن، ما یه تشکر میکنیم. ادب حکم میکنه. یک تشکر لفظی هست، یک
ادای احترام هست، یک قدردانی و تشکر هست، همه اینها بد نیست، یک حس رضامندی برای آرامش وجدان درونی خودمون هست، یک ادعای خدا دوستی هست و نه یک شکرگزاری قلبی که با درکی درست و عمیق تمام فکر ما، تمام احساس ما متقاعد میشه که فقط و فقط برای وجود خود خدا که او رو میشناسیم با کلمات، با جملات و رفتار ما شکرگزاری میشه، که ارائه دهنده عشق ما با تمام وجودمون به خدا هست، همون گونه که در کتاب تثنیه 6:5 و انجیل مرقس 12:30 میخونیم که هم کلام خداوند این رو میگه، طرف خدای پدر و هم خداوند ما عیسی مسیح اعلام میکنه، و خداوند خدای خود را به تمامی دل، من میخوام بگم شکرگزاری کنید، اینو من اضافه میکنم، و تمامی جان شکرگزار باشیم، یعنی کاملا درکش کنیم با فکرمون، با احساسمون، و تمامی خاطر افکارمون شکرگزار باشیم، و تمامی قوت خود محبت نما شکرگزار باش، که اول از احکام این هست.